با درود به همسفران گرامی راه ها و کوره راه های میهن ارجمند و گرامی و ناموس مشترک همه اقوام و جمعیت های ایرانی از فارس و کرد و ترکمن و آذری و ترک گرفته تا لور و بلوچ و غیره، در راه های این میهن دیرمان که به قول اخوان که با اندوه سرود به پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم بر دوست دارم، نه شرقی نه غربی نه تازی شدن را، برای تو ای بوم و بر دوست دارم. یادش به خیر که این شعرش ماندگار خواهد شد مثل اکثر اشعارش که در اون زبان پارسی رو، زبان مشترک و همگانی ما رو در کنار زبانهای اقوام ایرانی در اوج شکوه و زیبایی در شعرهای خودش به نمایش گذاشت. درباره خط صحبت می‌کردیم در برنامه قبل، برنامه 13 و اشاره به این که سخنان کسانی که می‌گویند ایران قبل از اسلام چیزی نداشته، خط نداشته، هنر نداشته، صنعت نداشته، فیلسوف نداشته، کجا هستند شاعران قبل از اسلام؟ باید بگوییم همه چیز داشته و اگرچه سوختند و بردند و آتش زدند و سرکوب کردند، ولی روح این فرهنگ زنده ماند و بر پایه همون خط و زبان گذشته بود که زبان پارسی کنونی قد برافراشت. و ما شاید تنها ملتی باشیم که توسط اسلامیان آغازین مسلمان کرده شدیم، ولی هم استقلال خودمون رو حفظ کردیم پس از یکی دو قرن، و هم زبانمون برخلاف زبانهای کشورهایی که در آفریقا زبان خودشون رو داشتن، مثل مراکش، مثل الجزایر، مثل تونس، زبانمون زبان فارسی است و نه زبانی که اونها به ما هدیه دادند. و این بر پایه این بود که ما ریشه های نیرومندی در گذشته داشتیم. اشاره کردم که خط دیندبیره خطی بود که سرودهای دینی با اونها نوشته میشد و حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 4000 سال قبل، این خط به کار گرفته میشد که اسنادش وجود داره. دانشمندان زبانشناسی معتقدند که خط دیندبیره یکی از کاملترین خلاصه خطهایی است که با 42 الفبا میتونه تحرک کافی برای نوشتن داشته باشه. دیندبیر از راست به چپ نوشته میشد و در حقیقت همونطور که اشاره کردم به کمک زبان و الفبای سومری ها و بابلی ها این دیندبیر سر برآورد. و اشاره کردم که زبان پارسی باستان رو داشتیم که زبان پادشاهان بود و زبان پهلوی از درون همین پارسی باستان سر برآورد و زبان پهلوی نیز به فارسی کنونی تبدیل شد با همت فرزانگان مقاوم و فرهنگساز ایران پس از حمله اعراب در سال 21 هجری به بعد. یعنی ما
در حقیقت این نوه و نبیره زبان کنونی ما با این که درامیخته با بسیاری لغات بیگانه که همکنون فارسی شده هستند، ولی این نوه همون نوه و نبیره همون دین دبیره و پارسی باستان و پهلوی است که الان ما داریم، منتها لباسش عوض شده، جامه‌اش عوض شده. همینجا بگم که درامیختن این زبان با خطوط عربی اشکالی نداره و ادیب و فرزانه شاعر و ارجمند ما احمد شاملو یادمه در جای گفته بود که به چه دلیل این همه به پر و پای لغات عربی میپیچید. اینها لغاتی هستند که آداپته شدند به قول فرانسوی ها، یعنی در خانواده زبان ایرانی پذیرفته شدند و فرزندان این زبان شدند، و چون اساسا گرامر زبان عربی با فارسی زمین تا آسمون فرق داره، این لغات دیگه لغاتی مثلا کتابی رو که ما به کار میبریم، من کتاب را خواندم، اصلا برای یک عرب زبان که بخونه اصلا نمیفهمه، برای اینکه زبان فارسی گرامرش کاملا متفاوته و این کلمات تبدیل به زبان پارسی شدن، جزء این خانواده شدن و زبان ما رو غنا بخشیدن. یعنی مثال هم میزنه از شعر خودش، به جز این که میگه که مثلا چطور ما یه دهی هستن که از این بر افتادن، یه دهی هستن که اشاره کردن میگن اصلا ما زبان نداشتیم، ما فرهنگ نداشتیم، ما خط نداشتیم، و میخوان همه رو هل بدن توی دامن کسانی که به این مملکت هجوم آوردن. و گفتم چرا این کار میخوان بکنن؟ برای اینکه فرهنگ در مقابل اونها داره مقاومت میکنه. از این ور کسانی هستن که اصلا ضد لغت عربی، ضد زبان عربی، ضد عرب، و میگن اصلا اینا رو باید ریخت بیرون و خلاصه زبان رو پالود، که ما چه خواهیم کرد با دیوان سعدی و حافظ و خیام و لغاتی که در اونها به کار رفته و غنا بخشیده. و شاملو میگه بعضی وقتا کلمه عربی که فارسی شده است و در شعر به کار میره قدرت بیشتری به شعر میده. مثلا اون شعر مثال میزنه، شب است و رود بی منتهای ستارگان که سرد میگذرد، میگه که من با حس من شاعر یعنی شاملو کلمه بی منتها ژرفا و وسعت بیشتری داره از بی پایان. اگر مثلا من بگم رود بی پایان یا رود طولانی، این حس رو الغا نمیکنه که بی منتها. در هر حال این زبان با اینکه آمیخته با بسیاری لغات عربی، زبان پارسی یا فارسی است و تومانی 7 سنار فرق داره با اون زبانی که سراسر غیر ایرانی است، به هر حال نباید با اون در افتاد. این داستان زبان رو همینجا به پایان میبریم، تا جایی که من دقیق‌تر از زبان‌های ایرانی صحبت بکنم با اسناد مختلف و در فرصتی دیگر، به خصوص زحماتی که دکتر پرویز ناطق‌خوانلری کشید در مورد زبان پارسی و تحقیقات بسیار ارزنده‌ای کرد و ریشه‌های این زبان رو به تماشا گذاشت. با استفاده از اون و بسیاری ادبای دیگه خواهیم پرداخت، ولی در کنار زبان ما بپردازیم به مقوله گاه شماری یا تقویم، که ایرانی ها گاه شماری یا تقویم داشتند از زمان هخامنشیان به بعد. و باز اینجا تاکید بکنم که یک تشکر و یک سپاس ما به بابلی ها و سومری ها خلاصه بدهکاریم، زیرا ما گاه شماری رو از اونها گرفتیم و اونها پیش از ما موفق شده بودند این گاه شماری رو ابداع بکنند، و زمان هخامنشیان ایرانی ها گرفتند و تبدیل کردند به گاه شماری خودشون، از سومری ها، از بابلی ها و به خصوص از مصری ها. مصری ها یک سابقه 6-7 هزار ساله در تمدن دارند، و اگر ما اون پرده های وهم و بدبینی رو که در بسیاری اوقات مذهب علم کرده، مثلا داستان‌های غیر تاریخی، مثلا من بارها گفتم که
تاریخ بشر از استبداد جدا نیست. در دورانهای بعد از کمون اولیه، برحال این تحقیقی که مارکسیست‌ها کردن این واقعیه، یعنی تا حد زیادی، مطلق نه، ولی دوران بردهداری رو ما داریم که جهان خلاصه در بردهداری در اکثریت نقاط قوت‌ور بود. بعد دوران فئودالیسم رو داریم، یعنی دورانی که فئودال حکم میراند و مجموع فئودال‌ها زمام امور مملکت رو در دست داشتند. ما پس از اسلام اگر که بررسی بکنیم خواهیم دید که حکومت اساساً حکومت فئودال‌ها بود و زمینداران بزرگ و بسیاری از خلاصه امکانات طیول پادشاه و وزیر و اطرافیانش بود. بعد میریم به دوره سرمایه‌داری و علم که ادامه اون هست، دوران جهاندار بزرگ که در حقیقت به نظر من بانک ها نبض جهان رو در دست دارند و فشرده سرمایه است که تعیین میکنه. در هر حال در اون دوره با نگاه مذهبی اینه که آقا مصری ها نمیدونم فرعون براشون حاکم بود، نمیدونم فرعون ظلم میکرد، خدا خلاصه سرنگونش کرد. اینطوری نیست. اگر که ما وارد تاریخ مصر بشیم با تأیید این که استثمار وجود داشته، استبداد وجود داشته، خواهیم دید اینا رشد زیادی کرده بودن. حتی یکتاپرستی قبل از محمد و موسی توسط یکی از خلاصه فراعنه مصر اعلام شد و اگر اشتباه نکنم او آمان رو اعلام کرد به عنوان خدای یکتا، و بعدها ادیان و مذهب از اینا سود بردن. منظورم اینه که اگر واقعی بررسی کنیم خواهیم دید که این دولت هایی که طرد شده هستن خیلی کارا کردن، خیلی تمدن هایی داشتن عظیمتر از تمدن اسلامی، من جمله مصر که ما هم در خط مدیون اونا هستیم هم در گاه شماری. گفته شده که در زمانی که کمبوجی مصر رو فتح کرد و بزرگان فرزانگانی چند با کمبوجی به مصر رفته بودند، اونها موفق شدند با گاه شماری مصری گاه شماری ایرانی رو اعتلا بدن و کامل بکنند. در مجموع نشون میده که یعنی باید ما بپذیریم، زیرا واقعیت اینه که ایران باستان، ایران که در دوره هخامنشیان از پل مادها گذشت، در حقیقت دولت مادها پلی بود بین گذشته گم شده یا اساطیری و پرمه و دود گذشته تا دوره هخامنشیان که شناسنامه ایران توسط کوروش صادر شد. در دوره باستانی ایران مرهون ملت‌هایی است که پیشرفته‌تر از اون بودند در زمینه فرهنگ، در زمینه خط، در زمینه گاهشماری، در زمینه صنعت، و ایرانی‌ها این توان رو داشتند که از اونها دریافت کنند، در هم بیامیزند و تمدن خودشون رو ایجاد بکنند. این ایران باستانی در حقیقت مرکز تبادل افکار، علوم، اعتقادات، زبان، خط و انواع اقسام چیزها بود و اینطوری بود که در شاهراه پیشرفت شروع کرد به حرکت. و اما از خط بگذاریم، از گاه شماری، و سری بزنیم به حیطه صنایع. قاعدتاً یک نفری پیدا شده بود که فوت کرد، جناب پورپیرار، که این گویا اولش گرایش چپ داشت، بعد هدایت شد و کتابای زیادی نوشت که اساساً تا جایی پیش رفت که با مسامحه دارم میگم، زیرا وقتی آدم میخواد نقل سند بکنه با دقیق بگه، ولی این کتاباشو من خوندم، که اصلا گذشته ایران رو به نوعی میخواست نفی بکنه و
بگه همه چیز از زبان و خط گرفته تا نمیدونم صنعت و علم و دانش و هنر و اینها از زمان ورود اسلام به ایران آغاز شد و ایرانی ها سراپا مرهون کسانی هستند که اومدن به ایران و نعمت رو بر ایران به نظر اونها آوار کردند. حالا چطوری ایشون این همه سند تاریخی رو که وجود داره از کشت و کشتار و سوزاندن و گرفتن و تخت جسد درست کردن در سیستان و آسیای خون رو انداختن در گرگان و سرکوب مردم رو میبینن بخارا و سمرقند که وحشتناکه نمیبینه و چنین چیزی میگه. ولی ایرانی ها صنعت داشتند، اسنادش هست، کتاباش هست، نوشتند که در کندوکاف هایی که بخصوص در سقز و کرمانشاه انجام شده، در گرگان، در تپه حسنلو، در هرسین، در الشتر، در خرم‌آباد، در کلاردشت نشون میده که 4000 سال قبل، یعنی 2000 سال قبل از میلاد، ایرانی ها ظروف زرین و سیمین رو به زیبایی تمام توسط صنعتگران خودشون داشتند. انواع و اقسام زیورالات رو می ساختند. وقتی که ما میگیم زیورالات، طبعا باید حول و حوش کسی که گردنبندی زرین به گردن می آویزه، حالا از طبقه اشراف باشه یا طبقه سلطنت مهم نیست، مهم اینه که توی این مملکت چه خبر بوده. قاعدتا باید در حیطه لباس هم پیشرفت داشته باشه، در حیطه کفش هم پیشرفت داشته باشه، در حیطه حمل و نقل هم پیشرفت داشته باشه. زیرا نمیشه که یک جامعه باشه که فقط زیورالات بسازه ولی بقیه چیزهاش عقب مونده باشه. ایرانی ها انواع و اقسام سلاح ها رو میساختند از دوره کوروش و باز هم تاکید میکنم که از فرهنگ و تمدن و صنعت ملل تابعی که در ایران در هم آمیخته بودند کمال استفاده رو میکردند. صنعت قالی‌بافی رونق کاملی داشته. مدارکی در تخت جمشید لوح‌هایی است که نشون میده که نیریز در حقیقت شهری بوده که مرکز اسلحه‌سازی دوران هخامنشیان بوده و اونجا ارباب‌های جنگی می‌ساختن، کمان و تیر، شمشیر، سپر، نیزه و نیازهای ارتش ایران رو در حقیقت کارگاه‌های اسلحه‌سازی که شبانه روز در کار بودن در نیریز تامین می‌کرد. این در دوره خشایارشاه در حقیقت این صنعت به اوج خودش رسید و در کنار این ما شاهد مجسمه سازی هستیم، حکاکی روی سنگ، پارچه بافی که رونق زیادی داشت، قالیچه های زیادی از اون دوره باقی مونده که نشون میده که ایرانی ها در چه مداری در این زمینه سیر میکردن. به بهای گزاف بازرگانان سایر کشورها می اومدند و این قالیچه ها رو می خریدند، قالی ها پارچه ها رو می بردند و می فروختند و خلاصه صادرات واردات خوب ایران در این زمینه داشت. صنایع چوبی رونق زیادی داشت، کندکاری روی چوب، ساختن آثار تزئینی، در و پنجره سازی و ساختن اشیا از استخوان و عاج فیل رواج کامل داشت. در مورد صنایع کسانی مثل تئودور ورتیم معتقدند که ایرانیان ذوب فلز و خلاصه صنایع خودشون و استخراج معادن رو طوری رونق داده بودند که در دوره هخامنشیان بر کشورهای همجوار خودشون پیشرفت زیادی داشتن و به همین دلیل اقتصادشون رشد زیادی کرده بود. قدیمترین کوره ذوب و مس 2400 سال قبل از میلاد مسیح پیدا شده که نشون میده ساکنان فلات ایران مس رو، یعنی حدود 4400 سال قبل ذوب میکردن در تل ابلیس در حوالی برسیر کرمان و در تل آتشی حوالی بم هم مس رو ذوب میکردن و از اون وسایل مختلف میسازن، هم سرب و نیکل رو که در همین دوران کشف شده بود و ایرانی ها از اون استفاده می کردند و باید به این حضراتی که می خواهند زیراب فرهنگ و تمدن ایران رو بزنند باید گفت که
پس اینها چیست و اینها رویاهایی است که دانشمندان از خودشون ابداع کردن، اسناد یا واقعی. هزار سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 3000 سال قبل، 3000 اندی سال قبل، ایرانی ها موفق به ذوب سنگ آهن شدند در کورهای دلفارد نزدیک جیرفت، و در دوره هخامنشیان به رونق کامل رسید ذوب آهن و ساختن وسایل از آهن. همینجا تاکید بکنم که اصلاً میگه معدنکاران مثل قرنهای بعد در این دوران زندگی سخت و پرمشقتی داشتن، و من جمله هزاران کودک خردسال در این معادن به کار شاق مشغول بودند و بسیاری از اونها در این کار در اون تونل های اون دوره 3000 سال قبل 2500 سال قبل جان خودشون رو از دست می دادند. و اما باید پرداخت پس از نگاهی به زبان، نگاهی به گاه شماری و صنعت، که این رو من در برنامه‌های بعد هم در طول عبورمون از سلسله‌های مختلف هر بار اشاره خواهم کرد و نکاتی رو یادآوری خواهم کرد. ولی یکی از چیزهایی که خیلی مهم هست در کنار این مقوله هنر و فرهنگ هست در دوره هخامنشیان، چیزی که اشاره کردم که برخی از حضراتی که میخوان زیراب گذشته ایران رو ها را یا به خاطر منافع کنونی، آخوندها که حریف نشدن برای اینکه خودشون در مقابل مردم هستن و چنان نفرت و بیزاری ایجاد کردن که کسی حرف اونها رو قبول نمی کنه، ولی کسانی هستن که در داخل کشور و به خصوص در خارج کشور میخوان به نوعی این ریشه ها رو منکر بشن و مثلا اشاره بکنن آقا ایرانی ها چند تا شاعر نام ببرید از زمان نمیدونم هخامنشیان یا زمان نمیدونم اشکانیان. ما شاید نتونیم اسامی اینها رو بگوییم، زیرا نخست اسکندر، بعد پس از جنگ قادسیه ایران شخم خورده و پس از اون فرهنگ کشی که خلاصه پوست این فرهنگ رو کندن برای اینکه نتونه مقاومت بکنه. ولی میتونیم تحلیلا برسیم که این فرهنگ وجود داشته و چه بوده و روزگاری خواهد رسید که در ایران آزاد اهل خرد این اسناد رو در پیش روی ما خواهند گذاشت. من در برنامه بعد از مقوله فرهنگ و هنر در دوره هخامنشیان صحبت خواهم کرد تحلیلا، و با شعری این برنامه رو به پایان میبرم به انتظار سحری که باید براید و همه جای ایران و همه چیز ایران رو از این ظلمت نجات بده. به انتظار سحر دیده بستم بر راه، کجاست منزل فرجام این شبان سیاه؟ به سینم غم سنگین به شرم بنشیند، چهار خلق ببینم میان آتش و آه. تمام شهر و دیار من است غرق به سوگ، از این ره است که باشد غمت به سینه گناه. وفای ما و تو با عشق بس که این گوهر ز قلب ما و تو شد قلب خلق را همراه. به ژرف شب چه عجایب که بر قبیله عشق گذشت و هیچ کس از راز آن نشد آگاه. وفا چه غم که پس از ما محبت من و ما به سینه های بسی عاشقان دمد چون ما. درود بر شما و موفق باشید و تا برنامه بعد که با هم به سفر ادامه خواهیم داد.